آقای امان زیایی استاد دانشگاه برای بحث بیشتر در این زمینه با ما هستند. آقای زیایی سپاسگزارم از حضورتان در طلوع نیوز. عرض سلام بر شما. گفتای دونالد ترامپ را چگونه بررسی میکنین؟ در موردش بگوین. واقعا اعلان جنگ با اروپا از جانب آمریکا این گفتا؟ سلام و احترام دارم بر شما و به همه بینندگان تلویزیون طلوع نیوز. یک موضوعی که کاملا تثبیت شده که دونالد ترامپ حتی در امو کمپاین های انتخاباتی که یک و نیم سال پیش به طرف شروع کرد، یک آدمی است که بسیار مشکل است که پیش بین بکنه. حتی خود امریکایی ها فعلا در بودی به اصطلاح یک افکار متلاشی هستند که بالاخره چی کرد. از اولین حمله از بالای حزب جمهوری خواه و کمپاین های انتخاباتی و کمیته مرکزی به اصطلاح بروی سیاسی حزب جمهوری خواه بود که در اوایل اول یک تعداد کثیری اعضای حزب جمهوری خواه هم تعجب کرده بودند، مناقشات ضد از آغاز کردند، ولی بالاخره آرام آرام این آدم در تاریخ 20 جنوری که روز جمعه به اصطلاح حلف وفاداری رعایت میکنم و باورمند هستم بعضی گپایی را که در رابطه با اتحادیه اروپا گفته تا جای منطق قوی خود دهی عرصه داره. برای اینکه اتحادیه اروپا از بد و ایجادش که به خصوص حوزه یورو در سال 2000 شروع شد و یک قدرت یک به اصطلاح یک غول اقتصادی علی امریکا ایجاد شد. در بسیار موارد امریکایی ها از بود اقتصادی صدمه دیدن، به خصوص اتحادیه اروپا حوزه یورو اقتصاد بلندی که داشت امریکا را در اقتصادش متضرر شد. بالاخره امریکا اولین گامی را که انجام داد در اون سالهای 2000-2001 که واین فرانسه را علیش یک سلسله محصولات وضع کرد و بالاخره خساره کلانی به فرانسه شد. در همین سال یا گذشته به BMW آلمان که به میلیاردها دلار خساره مند شد. این خود ترامپ میدانه از نگاه اقتصادی. ترامپ یگانه کسی است که اولویت خود در اقتصاد و افکار و اندیشه‌هایش تمام بینش علمی اندیشه‌های ازی کلش در جهان بینیش در رابطه به اقتصاد است. به خاطر به طور مثال همونطوری که میگه خود جدا شدن انگلیس از اتحادیه اروپا این خودش تبلیغاتی است که امو تفوق طلبی انگلیس ها چون در قرن 17 و 18 امپراتوری جهان بریتانیای کبیر این در اتحادیه اروپا متاسفانه یک کلک ششم بود. ببین چرا قدرت اصلی را فرانسه و آلمان داشت. بنان انگلیس هایی که به اصطلاح ملی گرا بودن اینا فیصله کردن تصمیم گرفتن که اونا تانستان اتحادیه اروپا را فلج بسازن یا به اصطلاح متضرر بسازن. انگلیس از پیکره اتحادیه اروپا جدا شد و دونالد ترامپ به این باورمند است و میدانه که دیمروز در داخل اتحادیه اروپا یک رقابت بسیار سالمی ملت اتحادیه اروپا میگن ما 555 میلیون نفوسی که امروز اتحادیه اروپا داره چرا در قضاای بین المللی با امریکا به اصطلاح مساوی نباشه، چرا یکسان باشه، چرا یکسان نباشه، چرا اطاعت کنه از دساتیر فرمانهای امریکا. به مخاطر ما است که دونالد ترامپ متوجه شده که از بود اقتصادی به هر اندازه که اتحادیه اروپا قدرتمند باشد از نگاه اقتصادی امریکا را ضربه میزنه و چون ترامپ در تمام کمپاین های انتخاباتیش و تمام به اصطلاح امیدی که داره به این که اگر بتونه فرست امریکا گفته امریکا فرست در چینه اولویت خود اقتصاد امریکاست، به این رابطه تلاش میکنه که بتونه در بود اقتصادی جهان مهار بکنه و همی که میگن در زدوبنده با روسیه و چین دیگه کوش میکنه که در یک مصلحت پیش بره. این خود دقیق است. شما به جای هستین که در زمان اتحاد شوروی وقت تمام کشورهای به اصطلاح بلاک سوسیالیسم از انگولا گرفته تا به افغانستان و تا به کشورهای شرق میانه و عراق و سوریه کمک‌های سرسام‌آور را انجام داد که بالاخره باعث سقوط خود اتحاد شوروی شد. و ترامپ هم فکر میکنه از نگاه اقتصادی این خطر متوجه است که اگر ما با کشورهای دیگر این بروجه سرسام بودجه های سرسامی را که با پیمانهای اقتصادی، پیمانهای سیاسی، پیمانهای نظامی را که انجام میده و بروجه ها را سرسام‌آور کمک میکنه، به خصوص معاهدات می پیمان ناتو را اکثر بودجه شد به خود امریکا میپردازه و دیگه بعضی معاهدات دیگر را که با چین و جنوب شرق آسیا را خود امریکا میپردازه. ولی اگر این حراس را به مبدا قرار بتیم، یعنی بگونی احتمالی، فکر میکنین سیاستهایی را که ترامپ روی دست میگیره مناسب است بر مهار این کشورها یا نه؟
به هیچ وجه به این باورمند هستم که اتحادیه اروپا را یک زنگ خطر است و این زنگ خطر را خودشان هم حس کردن. دیگه باید و بسیار بیانات خود میگه که سهمیه که کشورهای اتحادیه اروپا عضو ناتو در پیمان ناتو دارن نپرداخته و همیشه هم اتحادیه اروپا یعنی فرمانبردار بوده از امریکایی ها و آلی این یک زنگ خطر است و اتحادیه اروپا مجبور است به پای استاد شوه و دیگه همونطور که بالای انگرامل کرده انتقاد کرده و این اعتقاد به جای هم هست. ما در امروز در اتحادیه اروپا در این زمینه فکر میکنین که تمام مشکلات امریکا و اتحادیه اروپا خلاصه میشه در بحث سازمان ناتو یا بیشتر از این؟ حالا انتقاد که مطرح شده بالا انگرام ملکر که ترامپ گفته که دروازه خود را باز کرد برای کسانی که اصلا معلوم نیست از کجا و به خاطر چی وارد آلمان شدن، در پلوش هم اروپایی ها میگن که اصلا ما به مشغلیش نیاز نداریم و دلیل همه بورانام خود آمریکا شده با مداخله نظامی که در این کشورهای مبدع مهاجرت خیز شده بوده. ببینید خود ترامپ یکی از کسایی است که از نگاه اقتصادی او همیشه برنامه های خود داره و او خوب میدانه در تجارب چند سال گذشته هم به او چون یک تجارت پیش است تثبیت شده که به هر اندازه که اتحادیه اروپا به اصطلاح ثبات و پایدار بمانه به ما اندازه ضررش از نگاه اقتصادی بر امریکا است. چرا او نمیخواد یک غولی اقتصادی دیگه که اتحادیه اروپا هست همسو با امریکا باشه؟ به او خاطر او یگانه تلاشش که برنامه های کلان هم که روی دست گرفته است بالای اقتصاد خود امریکاست و وعده داده برای کارگرهای متوسط، برای قشر متوسط امریکایی که ما دوباره فابریکا ها را اثر یا میکنه. حتی خطر وجود داره که معایداتی به اصطلاح به نام محیط زیست در کنفرانس پاریس انجام شد به نام از بین بردن گازهای گلخانگی، حتی تشویش وجود داره که او قرارداد فسخ نکنه، برای اینکه در فسخ بعضی صنایع یا صنعتی که در عرصه امریکا هست از نگاه اقتصادی ای کوشش میکنه که بتانه اقتصاد امریکا را به اصطلاح به هر شیوهی که میشه باید دوباره مصارف اضافی را که در دوره اوباما و در عصر زمان دموکرات ها به کشورهای مختلف تقسیم میشد از او جلوگیری بکنه و تمام مصارفش و به اصطلاح تمام فکر و افکارش بالای از است که امریکا را از نگاه اقتصادی استوار نگاه بکنه. آقای زیایی فکر میکنین که این اقدام ترامپ میتونه تاثیرش در نهایت مثبت باشه بر وضع خود آمریکا با توجه به اینکه چندان وضع خوب اقتصادی آمریکا هم نداره؟ حالا به یقین در رابطه با آمریکا و آمریکایی‌ها در بود اقتصادی بیخی کاملا امیدوار کننده است و اتحادیه اروپا هم مجبور است دیگه تمام جنجال های خود اتحادیه اروپا را به بار دوش به اصطلاح به شانه های خود بردارن و جنجال هایی را که با روسیه موجود با اروپای شرقی دارن. اروپای شرقی اکثرا زیادتر بودجه اتحادیه اروپا را به اصطلاح مصرف میشه بالای اروپای شرقی و این امید اتحادیه اروپا داشت که کمک ها را شاید از امریکا بگیره و امروز وقتی که ترامپ با آمدنش این کمک‌ها را قطع میکنه اتحادیه اروپا مجبور است خود به پای خود بسته و تمام برنامه خود، ولی یک زنگ خطر است و من متأکدم هستم آرام آرام بعضی کشورهای دیگه اگر دونالد ترامپ این برنامه های اقتصادی خود را پیاده بکنه به یقین اتحادیه اروپا فروپا خواهد پاشید در صورتی که نتانند دوباره حالا کشورهای اروپایی هم گونه و نمود می سازند در ظاهر که خب هم فکر هستند و عقیده هستند و به پیش میبرند این اتحادیه را و تا بیرون شدن انگلستان هم از اتحادیه اروپا آنچنان تاثیر منفی بالای سایر کشورها و خود اتحادیه اروپا نداشته. پس این سیاست ها را اگر ترامپ عملی بسازه کشورهای اروپایی میتونند که مقاومت بکنند و دخل این اتحادیه را به پیش ببرند؟ ما به این باورمند هستم که اتحادیه اروپا خیلی برش مشکل خواهد بود که از یک طرف با روسیه موجود در جبهه به اصطلاح جبهه اقتصادی و تلاش در جنگ و ستیز باشن و از طرف دیگه هم برنامه های اقتصادی را که دونالد ترامپ روی دست گرفته به هیچ وجه اتحادیه اروپا بین با برنامه ها موفق نخواهد بود و چالش های کلانی را سر راهش است و به این باورمندم هستم که درون اتحادیه اروپا خودش از نگاه اقتصادی چالش های زیادی داره. کشورهای اتحادیه اروپایی که در اروپای شرقی هستند اونا کمک های سرساوری را وعده کرده برای اتحادیه اروپا و این بار دوش فرانسه و آلمان خود بود و از جانب دیگر چالش های سراسری مهاجرین این خودش یک چالش کلان است به اتحادیه اروپا. سپاس از حضور شما در جان ما. سپاسگزارم. شکر هستم.